وقوع انفجار در داخل مسجد هنگام برپایی نماز جمعه. غنی فوراً با عبدالله کرزی دیدار کرد. اید یعنی چه؟ جنجال میان مبارز و نژند شدید شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. انفجار در کابل در دومین روز آتش بس در هنگام برپایی نماز جمعه تلفات بر جا گذاشت. 8 صبح کابل. بر اساس گزارش‌های اولیه، در پی انفجار در مسجد در ولسوالی شکردره ولایت کابل 4 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع امنیتی بر روزنامه 8 صبح گفت که انفجار حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت امروز جمعه 24 ثور در ساحه قلعه مرادبی که از مربوطات ولسوالی شکردره هنگام نماز جمعه در مسجد حاجی بخشی رخ داده است. به گفته او در این انفجار 4 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. این انفجار در دومین روز آتش بس ایدی رخ می دهد. در امین حال تولونیوز نگاشته است: تازه لحظات پیش انفجار در داخل یک مسجد در ولسوالی شکردره ولایت کابل رخ داده است. یک منبع امنیتی می گوید که مواد انفجاری در محراب مسجد جاسازی شده بود و در هنگام نماز جمعه انفجار داده شد. این منبع می افزاید که ملا امام این مسجد به نام مفتی نومان زخمی شده است. جزئیات بیشتر این خبر بعداً ارائه می گردد. اشرف غنی با کرزی و عبدالله 1 ساعت پیش دیدار کرد. خبرگزاری افق گزارش می دهد. اشرف غنی رئیس جمهوری با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. در خبرنامه آمده است که این دیدار صبح امروز جمعه در ارگ انجام شده است. سه طرف در این دیدار در مورد وضعیت جاری سیاسی، روند صلح، تقویت اجماع ملی و سیاسی و اقدامات آینده برای تامین صلح عادلانه و پایدار بحث کردند. در این حال یعقوب یسنا روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: جشنها و عیدها با رواداری و بازی معنا پیدا می کند. منظور از رواداری این است به این برداشت برسیم که جشنها خواستگاه دینی، مذهبی و فرهنگی دارد. بنابراین هر جشنی در چارچوب فرهنگی خود دارای معنا و قابل احترام است. منظور از بازی این است که هر جشن سرانجام به بازی تبدیل می شود. اگر به بازی تبدیل نشود، در مناسبت فرهنگی بشر تداوم نمی یابد. هندی ها در رود گنگ آب تنی می کنند و گناه های آنها کم می شود. ما که در چارچوب دینی، مذهبی و فرهنگی هندویزم قرار نداریم، دچار شگفت می شویم که اینها چرا سالند با آب تنی در رود گناه کم نمی شود. اما برای ایندی ها این کردار خواستگاه مذهبی و فرهنگی دارد و معنادار است. افراد جامعه که درباره خواستگاه فرهنگی روزه در دین اسلام اطلاع نداشته باشند و از بیرون بر روزه‌داری ببینند، دچار شگفت می شوند که تعداد در جریان روز گرسنگی می کشند، گناه های آنها کم می شوند. بعد از یک ماه روزداری 3 روز را جشن میگیرند و میگویند در این یک ماه گناه ما کم شده و مهمان خداوند بوده ایم. اما روزداری در چارچوب اعتقادی دین اسلام خواستگاه فرهنگی و معناداری خود را دارد که برای پیروان این دین قابل درک است. اگر بخواهیم حقیقت و معناداری کردارهای دینی، مذهبی و فرهنگی خود را دقیق تر درک کنیم، بایستی دید کثرت گرایانه و نسبتی به مناسبات فرهنگی بشری داشته باشیم. این که هر کردار فرهنگی و هر جشن یعنی عید در مناسبات و چارچوب فرهنگی خود معنادار و قابل احترام است، به نوع مناسبات فرهنگی بشر ساختار بازی دارد. هر بازی در چارچوب خود معنا دارد و می تواند به عنوان کردار معناداری انجام و اجرا شود. جشن روزه‌گشایی را به دوستان شاد باش میگویم.
ناصر فرجام روی صفحه فیسبوکش نگاشته است. منبع: محقق از سوی باشندگان غرب کابل با سنگ و چوب پذیرایی شده است. در این حال بشیر احمد خاصانی نگاشته است. منبع: محمد محقق امروز در غرب کابل به هدف تسلیت با خانواده های شهدای مکتب سیدالشهدا رفته بود، اما با خشم مردم روبرو شد. واکنش تند عبدالسمی فیضی در مقابل سخنان اخیر باز محمد مبارز: من مشتاق فاید با تو چپوله باز لافوک تقلبکار نیستم، در هیچ اساس در حد من نیستی، در فایت استاده در پهلوانی و عصب میشن مهارت من بیشتر است. خب باز هم به خاطر این که از کلان گفتن با نمد دان و دماغت میده کنم در قفس میخوای مبارزه کنم. دو انتخاب داری: در وزن خودت 74 واحد الله نجندازر است، در وزن 77 مناظر هستم. بسم الله کن، در هر جا هر سازمان هر قدر شرط پولی هم میزنی آماده هستم. پای این کامنت واحد الله نجند نگاشته است: شما را ولی شرم نیز امرای یک آشتاک یعنی شیرشاه مبارز فایت کنم، کلانش رخ کنه خودم. شیرشاه مبارز روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: چلنج شیرشاه مبارز. شیرشاه مبارز واحد نژند را چلنج کرد. شما چی نظر دارید؟ آیا این مبارزه خواهد شد؟ این در حالی است که شیرشاه مبارز در رابطه با چلنج واحد نژند به باز محمد مبارز، قهرمان ام‌ام‌ای و بنیانگذار این رشته، که با واکنش تند شیرشاه مبارز مواجه شد، در صورت برگزاری این مبارزه کدام یکی برنده خواهد شد؟ واحد نژند، شیرشاه مبارز. جهت آگاهی و نظرات این ویدیو را شریک کنید. خود شیرشاه مبارز روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: چلنج چلنج. سلام دوستای عزیز، قسمی که در این روزها واحد نژند نامکش در مقابل برادر بزرگ و مقاب افغانستان، کسی که سالها ام‌ام‌ای را در افغانستان رشد داده، صدها جوان این وطن مبارز قهرمان را الگوی ورزشی خود قرار داده، اما واحد نژند با تمام بی‌شرمی و بی احترامی به برادرم باز محمد مبارز از طریق شبکه های تلویزیونی افغانستان چلنج و دعوت به مسابقه کرده است. پیام من به نژند این است که اگر توانایی داری، مردی داری، بیا اول امرای من مبارزه کن. اگر مرا زدی، باز او وقت و حق داری امرای باز محمد مبارز فایت بکنی. اگر امرای من حاضر نمیشوی، دیگر حق چلنج دادن را به برادر بزرگ مخاب افغانستان نداری. نوت: در هر سازمان تو خوش باشی، من آماده هستم. تاریخ مسابقه را هم خودت انتخاب کن. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.